نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین درباره بستگانشان. درخواست رسیدگی به موضوع انتخابات در دیوان عالی کشور. علت بازگرداندن صفایی فراهانی به اوین. خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین از وضع بستگانشان بیخبرند. با گذشت 3 روز از اعلام پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی اوین، خانواده‌های آنان گفتند مطلقاً از آنان بیخبرند. به گزارش کلمه، خانواده‌های این زندانیان روز پنجشنبه در نامی خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از وضع بستگانشان اظهار نگرانی شدید کرده و از او خواستند که آنان را به بند 350 بازگرداند و امکان ملاقات با آنان را فراهم کند. به گفته آنان، مسئولان زندان اوین به برخی از خانواده‌ها گفتند که چون با رسانه‌ها مصاحبه کردند، فعلا از هر گونه تماس با بستگانشان محروم خواهند بود. جبهه مشارکت خواستار رسیدگی به موضوع انتخابات در دیوان عالی کشور شد. جبهه مشارکت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به سخنان اخیر سردار مشفق استناد کرده و از او خواسته است که بررسی موضوع انتخابات ریاست جمهوری دهم را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. به گزارش نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت این نامه برای هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی هم ارسال شده است. در این نامه از اظهارات سردار مشفق شدیداً انتقاد شده و آمده است که سخنان او دلیل وقوع کودتا در کشور است. جبهه مشارکت سردار مشفق را از اعضای ستاد کودتا خوانده و از لاریجانی خواسته است که همه اعضای این ستاد شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد. در نامه جبهه مشارکت به صادق لاریجانی آمده است: در سخنان این فرد چگونگی همکاری بخشی از دستاندرکاران قوه قضاییه روشن است. لازم است مشارکت در جرم همه این افراد شناخته شده بررسی شود و آنان برای این منظور از سمت‌های قضایی تعلیق و به دادسرای انتظامی قضات معرفی شوند. جبهه مشارکت گفته است: با توجه به سخنان سردار مشفق، همه احکام مربوط به حوادث سیاسی بعد از انتخابات بی اعتبار است و اجرای آنها باید متوقف شود. در پایان نامه جبهه مشارکت به صادق لاریجانی توصیه شده که تا دیر نشده برای حفظ نظام اقدام کند و اگر نمی تواند دامن قوه قضاییه را از این پلشتی پاک کند و اگر این کار را هم ممکن نیست، از مقامش کناره گیری کند. پریسا صفایی فراهانی گفت علت بازگشت پدرش به زندان اوین شکایت از سردار مشفق بوده است. پریسا صفایی فراهانی دختر محسن صفایی فراهانی گفته است چون پدرش حاضر نشده شکایتش از سردار مشفق و سپاه را پس بگیرد، او را به زندان برگرداندند. به گزارش جرس، او در مصاحبه با خبرنگار این پایگاه اطلاع رسانی گفته است: بعد از این شکایت نامه بود که با آقای صفایی تماس گرفتند و گفته بودند این شکایت را پس بگیرید که پدر قبول نکردند. به همین علت هم از آقای صفایی خواستند به زندان برگردد. پریسا صفایی فراهانی میگوید که نمیداند از چه نهادی با پدرش تماس گرفتند. در روزهای گذشته محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی در شکایتنامه‌ای به اظهارات سردار مشفق اشاره کردند و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن خواندند. پس از آن نیز محسن صفایی فراهانی در مصاحبه‌ای درباره این شکایتنامه توضیحاتی داد.